رئیس جمهور آمریکا به تازگی دستور تعلیق ورود مهاجران 7 کشور اسلامی به آن کشور را داده است. دونالد ترامپ فرمانی را امضا کرد که بر بنیاد آن مهاجران کشورهای مثل سوریه و ایران نمیتوان تا 4 ماه داخل آمریکا شوند. هرچند نام افغانستان در میان کشورهای نیست که ورود شهروندان آن به آمریکا ممنوع شده است. اما رئیس جمهور آمریکا به این پرسش خبرنگاران شبکه تلویزیونی ABC که چرا افغانستان شامل فهرست کشورهای نیست که ورود شهروندان آن به آمریکا ممنوع شده است، این گونه پاسخ می‌دهد. شما خواهید دید که ما بررسی جدید در تمام قضیه ها خواهیم داشت و مقصد من از عهد نهایی بررسی ها است و ما افراد را اجازه داخل شدن به امریکا نمی دهیم. اگر فکر کنم که حتی یک احتمال کوچک از ایجاد برخی مشکلات وجود دارد، ما از ورود شهروندان کشورهای مشخص جلوگیری میکنیم. اما برای کشورهای دیگر بررسی شدید خواهیم داشت. آمدن به امریکا بسیار دشوار خواهد بود و حالا این کار بسیار آسان است. من ترور را در این کشور نمی خواهم. رئیس جمهور آمریکا پیش از این دستور را امضا کرد که بر بنیاد آن شهروندان ایران، عراق، سوریه، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن در 120 روز آینده نمیتوان داخل آمریکا شوند. ترامپ هدف از امضای این فرمان را حفاظت از آمریکا در برابر حملات تروریستی میداند. من تدابیر جدی بررسی افراد را ایجاد میکنم تا تروریست های تندرو اسلامگرا را بیرون از ایالات متحده آمریکا نگه دارم. من آنها را در اینجا نمیخواهم. ما تنها کسانی را در کشور خود میخواهیم که از کشور ما حمایت کنند و مردم ما را همین دوست داشته باشند. ما هرگز دست های حملات 11 سپتامبر را فراموش نمیکنیم. گفته می شود که فرمان تعلیق ورود شهروندان 7 کشور مسلمان به آمریکا به گونه موقت از ورود 134 میلیون تن به آمریکا جلوگیری می کند.